به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در ادامه برنامه های گوشه به گوشه و مرور دستگاه چهارگاه در این جلسه میرسیم به گوشه یهودی. گوشه یهودی دارای وزن شعری رمل یا فاعلاتون فاعلاتون فاعلون میباشد. این وزن شعری همان وزن مثنوی معنوی مولانا جلال الدین هستش. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت می کند. قالب مثنوی فرمی است در موسیقی دستگاهی که در واقع ریشه آوازی داره، یا آوازخوان به طور تکخانی فرم مثنوی رو اجرا می کنه یا در قالب ساز آواز. در هر فرمی که این اجرا بشه، چه آواز تنها چه به همراه ساز، قالب مثنوی یا به طور مفرد مجزا اجرا میشه و یا در پایان کار اجرا ارائه میشه. در واقع این برمیگرده به تکامل اوزان شعر فارسی در بستر موسیقی دستگاهی که به مرور زمان از قرن ششم به بعد رفته رفته اوزان مثنوی مثل بحر متقارب یا بحر شاهنامه فردوسی و بحر رمل مثنوی مولانا جای خودشونو به اوزان متنوع دیگری که در اونها در قالب غزل شعرا شعر می سرودن میدن. یک بار گوشه یهودی رو اجرا میکنم، سپس به ذکر نکات و مضراب ها و جملات اون میپردازم. توضیح داده شد این گوشه همراه وزن شعری رمل هست به این شکل: بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. فاعلا قالب مثنوی در چند بیت ابتدایی در مایه درآمد سیر میکنه، سپس به یکی از مایه های معروف میره و بعد فرود میاد. در گوشه یهودی ابتدا در مایه درآمد هست، بخش دوم در مایه پرده مخالف و سپس فرود. جمله اول دو ریز اشاره بر روی فا، دو فایی ریز بر روی فا، ری دو لا دو تکرار میشه. تحریر دو ری می راس 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 شب راس راس شب راس راس شب راس راس. برگشت به وزن در قالب تحریر دو ری می دو ری می دو ری می ریز و فا ری دو فا دو لا دو. در قسمت اوجش پرده مخالف لا لا سول 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 سول
نویس هم قابل نواختن هست. سول سول تکیه به لا، یک میره روی لا، لا 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 به سی تکیه، حالا سی سی دو تکیه به دو، لا لا تکیه به سی، سول 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 به لا، فا فا می 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 به فا، فا فا می به این شکل. در این قسمت بهتر است که اشاره رو پیش بیاندازیم به این شکل، به جای اینکه بگیم سول 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 رو به لا تکیه بدیم، لا رو به سی تکیه بدیم، پیش بندازیم سول به سی و لا به دو. می فا سول ابیز میاد روی لا، سول اینجا سول مضراب میخوره، انگوش عوض میشه، ریز میاد روی فا، دقت کنید. می فا سول سول ریز میاد رو سول، حالا فا میره راست شب راست، سول فا میریز میاد رو به دول. واقع در این قسمت شاهد اجرای تکنیک سینمال هستیم که در این تکنیک ریز بر روی دو یا چند پرده منتقل میشه بدون اینکه سرعتش تغییر پیدا بکنه. توجه کنید، می فا سول تک میخوره، ریزش میاد رو فا، سول حالا ریز فا میاد رو سول، فا میره راز شب راز، سول فا ریزه میاد رو به. سینمال اغلب در تصانیف و قطعاتی که آوازی هستن کاربرد داره. یک بار دیگه گوشه هودی رو اجرا میکنم. هودی با هی جیمی به معنای آواز شتران، در واقع برمیگرده به گذشته های خیلی دور و نشون میده که این قالب مثنوی دارای پیشینه‌ای بسیار کهنی است.